روز اول کلاسه. دارم میرم MRI بدم چون مخم قاطیه. امروز روز اول مدرسه است. ترم زمستون است. مزخرف ترین ترم سال. یی! هیجان زدم؟ مسلماً نه. امروز دو تا کلاس دارم. روز دوشنبه است. روز اول دو تا کلاس. اولین کلاس 8:30 کله سحر. او مای گودنس. دیروز ساعت 1:30 خوابیدم. ساعت 6:30 پا شدم. خیلی حالم خوب نیست، یعنی ایدئال نیست واسه کلاس، ولی نمیتونیم با ایدئال کار کنیم. الان یه چند وقتی ندیدمتون و دلیل داره. فکر کن سال جدید شد، خب یکم شد، من تمام هدفامو نوشتم، گولام این بود که بیشتر پست بذارم، این کارو کنم اون کارو کنم، and then زندگی کابوم اینجوری بود که ها فکر کردی میتونی پلانای خودتو بریزی. بذار من بهت بگم زندگی واسه چی داره. واسه همین همه چی به هم ریخت. فکر کنم تو ولاگ آینده واسه تون بگم که زندگی چه خبره و چی شده و همه این داستانا، چون احساس میکنم راجبش که حرف بزنم دیگه میتونم ازش بگذرم و دیگه هی برنگردم بهش نگاه کنم و بتونم ولاگ بذارم. چون دلیلی که نمیتونم بیام ولاگ بذارم به خاطر اینکه ناراحتم، این حالم خوب نیست به خاطر اتفاقاتی که افتاده و سخته که بیام راجب موضوعات دیگه حرف بزنم تو ولاگم وقتی که تمام فکرم اونجاست. I don't know. I just دوست دارم باهاتون شیر کنم و بتونم به زندگیم ادامه بدم. خیلی این چند وقت سخت بوده. ولی اصلا نمیتونم به اونم فکر کنم چون کلاس دارم. اوکی، کلاس دارم، درس و زندگی دارم، باید بهش برسم. So بریم سر کلاس. 3 ساعت کلاس اینور، 3 ساعت کلاس اونور، ساعت 3 بعد برگردم خونه. چقدر راه تا اونجا؟ زمستونم از این به تو سرما راه بره. نیم ساعت راهه. آخه این کلاسش، کلاس اولم کلاس ژنتیکه. یکی میگه سارا تو فکر کی؟ تو فکر کی کلاس ژنتیک برداشتی؟ نمیدونم، شاید کلاسو بندازم چون به نظر خیلی سخت میاد. خیلی. ولی احتیاج دارم به خاطر ماینری که دارم برمیدارم. واسه همین نمیدونم جایم که بذار حداقل برم سر کلاس ببینم چقدر افتضاحه، بعدش میندازم. ولی کلاس اولم تو دانشگاه اصلیم نیست. مثلا ما دانشگاه اصلیمون اینجاست. کلاسای دیگه مثلا علوم و تجربی و اینا اینوره. بعد بیزنسمون اینور، از این داستانا. خلاصه که دارم میام اونجا. من هیچ وقت اونجا کلاس ندارم. واسه همین نیم ساعت راه. خیلی قُر میذارم. ولی اجازه دارم. اوکی، روز اول مدرسه است و هیچ کدوم از دوستای من الان شروع نمیکنن، همه هفته دیگه شروع میکنن. واسه من یه ذره ضد حالم هست، همه هنوز دارن پارتی میکنن. ام لایک برا، من فردا کلاس دارم. دیشب واسه همین دیشب بیرون بودم، بعد اومدم خونه، فکر کنم ساعت 12 اومدم خونه، ولی هنوز دیگه دیدی تا میای خونه نمیتونی بخوابی، واسه همین بیدار بودم ایشان وقت. یکی میگه واسه چی یک شنبه رفتی بیرون سارا؟ It's okay. I had fun. It was fun. So چی بپوشم؟ اوکی، دارم فکر میکنم اینو بپوشم، ولی با این فکر میکنم باید موام ببندم بالا. ولی الان خب زمستونه واسه همه فعلا اینو روش میپوشم، ولی فکر کنم کلاس خودش گرم باشه چون خدا رو شکر هیچ وقت کولرمون درست حسابی کار نمیکنه چون کاناداست، هیچی کولر نمیزنه. سو اینم روش میپوشم، طرح رو طرح شده باید از اوکی. ولی اگه اینو بپوشم ببین موهای باز بهش بیشتر میاد. از این زمستون خوشم میاد که میتونی لیر لیر بپوشی همینجوری، چون من لباسای این شکلی رو خیلی دوست دارم. کش میبریم واسه که موام ببندم اگه گرم شد. عطرم هم تموم شده، اگه بوگن بگیرم بدبختم، نه از یاد رخ کنم. Oh my god, first day of school. Yes, this is she. It's Michael's MRI department calling. Hi, how are you doing? من هیچ وقت گوشیمو جواب نمیدم. خوش شد گوشیمو جواب دادم. بیمارستان بود به خاطر اینکه دارم میرم MRI بدم چون مخم قاطیه. گفتم مشکل اینجا درد میگیره. Anyway بعد برم MRI مغز بدم. فان. اوکی، برگردیم به پکینگ. پیش میره ولی خیلی خوابم میاد، یعنی هی اینجوری نصف خوابم هی پا میشم، هی نصف خوابم هی پا میشم. برشم فکر کنم لباسم بو میده، لباسم بو عرق میده. من دیروز همون بودم. I feel so bad. انقدر بدم میاد این اتفاق میفته.
کاری نمیتونم بکنم. بریم سر کلاس. برم کتاب همون پس بدم، این مال کتاب ترم قبلیه ولی پارش کردم، امیدوارم بهم چیزی نگه، اگر نه پولشو بدم. فقط مال تسبیح هوا رو دارن که بوی خوب بدی. چیکار کنم؟ لباسم بونده. بعضی موقع واقعا احتیاج داری رو زمین بشینی که آروم شی. اصلا خیلی خوشحالم این فرشا رو گرفتم، و یعنی هر موقع شروع میکنم استرس زیاد گرفتم میشینم رو زمین حالم بهتر میشه. نمیدونم چیه، سر کلاس دومم بودم، بعد یهو حالم بد شد، شروع کرد حرف زدن و اینا. کلاس بزرگتری بود و کلاس میشه گفت اصلیه، یعنی که پروژه های معماری رو اینا انجام میدی و گفت کار گروهیه. منم متنفرم از کار گروهی، یعنی بدترین چیزه، یعنی انقدر ذهنی اذیتت میکنه به خاطر اینکه مثلا با هم دعوا میکنی، نظراتتون با هم متفاوته، مخصوصا تو پروژه های کریتیو که مثلا دیزاین خونه است، میدونی؟ البته این دیزاین آفیس. اول دیدم دستم داره میلرزه، بعد یه ذره گذشت دیدم قلبم داره تون میزنه، واز لایک اوکی این انگزایتی اتاکه. بعد دیدم حالم داره خیلی بد میشه و گفتم نمیخوام، چون قبلا که توی مثلا دبیرستان بودم تا الان پیش اومده که پنیک اتاک داشتم بعد جلوی همه، میدونی؟ بعد خیلی زایاست، بدترین حس دنیاست. نه تنها داری حس میکنی که داری میمیری به خاطر اینکه پنیک اتاک احساس بهت میده که زندگی داره تموم میشه، یه احساس خیلی بدی، امیدوارم هیچ وقت تجربهش نکنیم، ولی اگه کردین میدونین منظورم چیه. فکر کنم به جز اون اینکه زایاست، چون این همه جلو این همه آدمه. بعد واسه اوکی وسایلم جمع کردم اومدم بیرون و دیدم که نمیتونم، واقعا نمیتونم، انقدر همه چی. اوه دعوا نکنین، انقدر همه چی سخته right now، مثلا زندگیم انقدر، بابا هی از جلوی من رد نشین، انقدر همه چی سخته تو زندگیم چرا که اصلا نمیتونم فکر کنم که الان بخوام کارای گروهی کنم. میدونی میتونم کلاس رو بندازم، واسه همین فکر کنم این کار کنم، به خاطر اینکه ترم پیش داشتم با مشاورم حرف میزدم که کلن این ترمو آف بردارم، کلن بهتونم گفته بودم میخوام کلن کلاس نرم، بعد که گفتن نه بذار ادامهش بدم، نمیخوام خیلی عقب بمونم، نمیخوام سال ششم بردارم، ولی اصلا نمیتونم کار گروهی کنم. بس میگم کمکم میکن، چون کلاس اصلیه بیشتر ذهن کریتیو منو کلاس اصلیه برمیداره، بقیه کلاس ها مثل خوندنی و نوشتنی و از این داستان هاست، آسون تر میتونی باهاش پیش بری تا اینکه دیزاین کنی یه ساختمون رو از این داستانا رو. یه ذره سخت بود امروز ولی نصفه تمومش کردم. I don't know. خوب بود بد بود؟ فکرم یه ذره استراحت کنم بعدش برم باشگاه. احساس میکنم به استرسم کمک میکنه. خیلی وقت بود اینجوری استرس نگرفته بودم آخه دیگه، از وقتی که مثلا با داروها و تراپی و اینا خیلی حالم بهتر شده دیگه، مثلا این مشکلاتو ندارم. ولی امروز از اون روزا بود. ولی زنده ایم و امروز تموم شد، کلاس تموم شد، روز تموم نشد. اینو امروز صبح درست کردم ولی وقت نشد بخورم چون دیر پاشدم، خیر بر مجرش، ولی دلم نمیاد بریزم دور. چطوری مزهش انقدر فرق میکنه؟ همین چند ساعت پیش درست کردم ولی دیگه بخورم دیگه هدر میره. بچم دیگه میوه یخ زده ندارم که بریزم. بعد برم باشگاه. ولی قبلش رفتم حموم چون نمیتونستم دیگه تحمل کنم. امروز روز خیلی بدی بود واسم. من اصلا پت پیوم، یه چیزی که واقعا ازش متنفرم، اینه که لباسم بوی عرق بده. او مای گاد آی کانت. یعنی انقدر حس بدی داشتم، اسپرر خالی کردم رو خودم. ولی اینجوری من برم حموم. چند وقته درست حسابی نمیتونم غذا بخورم. ببین دیدی میگن مثلا ناراحتی غذا کم میخوری اشتها نداری، من هیچ وقت اینجوری نبودم. من هر موقع ناراحتم غذا زیاد میخورم. خیلی ها مثلا یا زیاد میخورن یا خیلی کم میخورن، من همیشه زیاد میخوردم. ولی نمیدونم چرا این دفعه اصلا نمیتونم چیزی بخورم. یعنی از صبح یه موز خوردم با یه نصف پروتئین بار، الان ساعت 2 دارم سعی میکنم اینو بخورم که بعدش برم باشگاه یه ساعت دیگه، 2 ساعت دیگه. بعد از اون میشینیم درس میخونیم. درس خوندن با سارا برگشته. کلاس ژنتیک هم واقعیتش خیلی خوب بود. استادش خیلی بامزه بود. کلاسش هم خیلی جالب بود. ولی احساس میکنم خیلی سخت میشه. ولی دوستش دارم. یعنی یه قسمتیه که دوست دارم بیشتر راجعش بدونم که بتونم توی کارم اضافهش کنم. یه قسمتی از کارم کنم. پروژه آخر سالم واسه سال دیگه. من اصلا میخوام یه دونه خونه بسازم. ربط داشته باشه به بایومیمیکری که بایوم
میمیکری رپ داره به علوم و تجربی از این داستانا و تکنولوژی که اومدن ازش استفاده کنن. واسه همین میخوام ازش استفاده کنم و اینو تون مش کنم، همچین یه چیز بسازم. و استادش خیلی خوب بود، واسه همین اون کلاسو نگه میدارم ولی کلاس معماری رو میندازم. Keep your head up, I want you to grow with me. See this gold on me, want you to glow with me. Yeah, alright, okay, okay. We get it. No contest. Wait. See this gold on me, serve, serve, want nigga. You to glow with me. The world been dying, days is number, check the climate. I'm sick of it, fuck the harebrained scheme to get the riches quick. I played a long game with serene scene and I whipped this quick. From the back room to the hearts, I'm in the thick of it. I grind too hard for y'all not to see me a star, bitch. I'm raising a bar like they really pay me to talk. My life been in shambles, but I got handles. I'm finishing at the rim. I remind you time and again that I'm really him. Oh, you ain't up? This shit not just for the show, but bet you entertain. Anybody not for me is below me. Blow me, you in the way. I live my dreams, I got it locked, the master keeping on me. Back in the field, running audibles with the team. Everything I got out the mud and told my truth. I shake that fake shit, they praise you, then minimize you behind you. Just know I notice you. Stay woke, no joke, it really be the ones you closest to. Had to stop sleeping on myself like this. دارم چای میخورم. چایی بدون کافئین، یعنی کافئینم نداره، به خاطر اینکه استرسم امروزم بالاست. گفتم که سارا گن نزن، استرس خودتو بدتر نکن، چای بدون کافئین بخور. فقط واسه اینکه یه چیز بخورم، به خاطر اینکه هی میخوام درس بخونم، نمیشه. من احتیاج به قهوه دارم. ساعت 2 ولی هوا بده، واسه همین دیدی آدم ملو میشه. هفته اول دانشگاه مزخرف ترین هفته زندگیمه. دو تا هم که به هم افتادن. امروز صبح پا شدم، داشتم مثل همیشه کارامو میکردم، تکستامو جواب دادم، بلا بلا بلا، مورنینگ روتین. صبح پا شدم خیلی نایس، ساعت دیدم 8 شد. بعد ساعت 9:45 یه دونه ورزش داشتم، کلاس داشتم، گفتم از اونجا هم یه راست میرم سر کلاسم. بعد از اون یه کلاس معماری داشتم، گفتم اوکی گریت. بعد رفتم که چک کنم مثلا چکینگ باید بکنی واسه ورزش. بعد رفتم چکینگ کنم، دیدم ساعت 12 کلاسه. فهمیدم که به جایی که من کلاس جیمم صبح باشه، جیمم ظهره، کلاس مدرسم صبحه. اون موقع دیگه شده بود مثلا 8:45، 8:30 کلاس شروع شده بود، من هنوز خونه بودم. نمیدونی با چه سرعتی دویدم، فکر کنم روز اول کلاسه. بعد من رفتم دویدم، رفتم تو، دیدی مثلا آخرین نفر میای تو، همه برمیگردن نگات میکنن و استاد اینجوری نگاه میکنه. I was like oh no. از بقیه پرسیدم، گفتن که اوکی ایتس اوکی، هیچ کاری نکرده. اون نیم ساعت اول دیدی که ها خوش اومدین به این کلاس، این کارو میکنیم، این کارو میکنیم. anyway ولی اصلا نمیدونی با چه استرسی رفتم، نمیدونم چه جور وسایلمو جمع کردم. خلاصه که بعد از اون اومدم داشتم برمیگشتم که برم ورزش، right؟ چون بعدش کلاس داشتم، کلاس ورزشی. حالا تو این مدت هم چون هفته اول دانشگاه دیگه خیلی وقت مثلا همه رو ندیدی و از این داستانا، من هیچکدوم از دوستای نزدیکم دانشگاه نمیرن، همه یه دانشگاه دیگه میرن تو این ساختمون از این داستانا. دیدی دوستای دانشگاهی، یعنی دوستایی ان که راجع به درس و اینا حرف میزنی، کلاس و کار و اینا، از اونا زیاد دارم. واسه همین رفته بودم، حالا همشون هم دیده بودم، هی از این بپرس چی کار داری میکنی اینا، هی داشت وقتمو میبرد. بعد دیگه او مای گاد دار دیرم میشه. حالا میخواستم بدوم، چون صبح سری آماده شدم، کفش ورزشی پوشیدم، کفش زمستونه نپوشیدم. بارون داشت میومد، همه اون یخهای دیروز آب شده بود، هی با مخ داشتم سر میخوردم. بعد با آروم راه میرفتی، ولی رفتم، رسیدم به کلاسم. الان رسیدیم اینجا، اوکی. رفتم حموم and that's it. مشکل میبینی چیه؟ مشکل اینه که بعد از این مدت که درس نمیخونی، خود درس خوندن انقدر انرژی ازت میگیره که حتی کار دیگه نمیخوای بکنی. جایی که من همین الان سر کلاس بودم، حالا باید برم درسم بخونم. نه. Also خبر خوب، البته خبر خوب واسه من، کلاس رو انداختم، این چند وقت نبودم. بذار بهتون نشون بدم واسه خودم چی خریدم. Look at this. ببین هنوز ازش استفاده نکردم. تارا Look at this. این کنن G9ه، دیجیتال کامرای قدیمیه تقریبا، و این دست دوم از اتسی گرفتم، ولی نمیتونستم چیزش کنم، باش کار کنم، چون که مموری کارد خودم بهش نمیخورد. یه دونه جدید گرفتم ببینم بهش میخوره یا نه. کار میکنه؟ از کجا باید بفهمی کار میکنه؟ بزنیم و یاد بگیرم چجوری از این استفاده کنم. ولی دیجیتال کامرا واسه اینه که میدونی دوستای مثلا عکس دیجیتالی بگیری و یه ذره کیفیت قدیمی طور بهش میده. بعد یاد بگیرم دقیقاً چجوری ادیتش کنم، چون که من نخوام فلایسم لیتل رمی
فلشش رو فکر کنم بخاموش میکردم. ایدهش رو میگیرین دیگه. یه ذره کیفیتش متفاوته با دوربین، دوربین معمولی. کلا با کار کردن با دوربینای متفاوت خیلی دوست دارم. That's it. الان توی این موندم که به نظرتون درس بخونم یا برم خرید خونه، ولی دلیلی که نمیخوام برم خرید خونه به خاطر اینکه داره بارون میاد و با خیس شم، یا هیچ کاری نکنم. گزینه سوم خیلی به دلم میشینه. پلن عوض شد، میخوام برم بیرون با کریستینا. داریم میریم خرید، کار خاصی نمیکنیم، ولی احساس میکنم اینکه از این تو خونه بشینم همش فکر کنم خیلی بهتره. اون یکی شلوارم قشنگ خیس خالیه، کثیف شد به خاطر اینکه همش توی خاک و خل بود بیرون. واسه همین رو دارم. اند هوا خیلی افتضاحه. با برم 4 تا تیشرت جدید بگیرم. احساس میکنم همش دارم همینا رو میپوشم. خیلی زای است که من هیچ کدوم از اینا رو تا نمیکنم. و مدل چیندن لباسام اینه. یه روزی درستش میکنم. چه روزی؟ خدا بزرگه. این تیشرت رو میپوشم با همین شلوار سیاهه. یه دونه سوئتشرت میارم just in case با این کاپشنه، به خاطر اینکه این کاپشنه بیشتر بارونیه، برام خیلی بارون وحشتناکه. And also تو ماشینیم، چون کریستینا ماشین داره. یه انقدر دوست دارم یکی ماشین داره. من قبلا اون دوسته بودم که ماشین داشت همه رو سوار میکرد. خیلی دلم میخواد یه ماشین بگیرم، ولی الان وقتش نیست. بابا زود میبینمت. Oh my god. Hello. Hello. I woke up at 2 p.m. today. Dude, what the fuck? I got a new camera. Wait, say cheese. Cheese. Let's see. Oh my god, this is so nice. Your car is perfect for filming. So how was your day? I woke up. Oh my god, the dream I had. Oh my god. I had a dream that I was pregnant and that I was giving birth. Oh my god, Times Square. In New York. No. Concrete jungle weather is amazing. Oh my god, I should get your car, but it's too expensive. I just want this flat surface. So I can film my vlogs. Imagine like, hey guys, welcome to my vlog. You know you can buy a thing that would hold your camera and then you can film? Yes, but the whole point was, it was like, I would tape it on my dashboard. It was really fun. Oh my god, arts and crafts. Yes. Okay, wait. Oh my god, why did it flash again? What's wrong with my neck? Irish. So Irish. For ice. خرید با سارا. چیز زیادی نگرفتم، ولی بیشتر الکل گرفتیم. بیشترش دست کریستیناست چون دست من دیگه جا نداشت. قرار بود sober like dry January داشته باشم. Dry January یعنی که مشروب نمیخوری تو January. That did not happen. Okay. چند تا از دوستا اومده بودن خونم، بعد هرچی مشروب داشتیم و خوردیم، بعد اینجوری بودم که واو هیچی دیگه ندارم. واسه همین گفتم که بذار حداقل آماده باشم. Just in case خواستم برم بیرون یه چیزی داشته باشم. من 23 سالمه. میدونم بیشتر شماها از سنتون از من کمتره. So drink responsibly. واسه من اصلا آدم نیستم که زیاد بره بیرون. میدونین دیگه من اصولا صبح زود پا میشم، شب زود میخوابم. ولی خب پلنای زندگی عوض شده، واسه همین خیلی بیشتر تایم میرم بیرون. بات بیشتر هفته دیگه توضیح میدم. رازبری گرفتم، موز گرفتم، یه درینک دیگه و شیر بادوم. از کارهایی که کردم از هدفهای ساله اینه که لبنیات نخورم و گلوتن نخورم و خیلی نسبتاً خیلی رعایت کردم. یعنی اصلا تو خونه نمیخورم، بیرون مگه اینکه مثلا اینکه یه چیز تعارف کنه و خیلی حالم بهتره. سو خوشحالم که رعایت کردم. و آخرین چیز it's nothing exciting. چی میگم به این؟ تی رمی جان. Anyway, تی هم شکست. واسه همین بهونه خیلی خوبی داشتم که تمیز نکنم خونه رو. الان دیگه وقتشه که خونه رو تمیز کنم دوباره. به خدا اگه بپری ها اصلا فکرشم نکن. رمی!